با درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. این برنامه یه برنامه متفاوتی است که ابتدا با یک پیشگفتار خیلی کوچک شروع میکنیم و بعد میپردازیم به دوستانی که با ما هستن و قراره که امروز مطالبی پیش بکشن که یه مقدار مورد توجه همه شما ها قرار خواهد گرفت، چون ازش گریزی ندارید. برجهت یه چیزهایی هست که ما در غرایزمون بله. اولا راجع به امروز بگم، دوستان ما کماف سابق خانم دکتر رشیدیان هستند، سکسولوژیست و کسی که واقعا به حق این لقب رو باید بهش داد، چون ناحق هم خیلی زیاد هست، و خانم دکتر سپیده فر که رفته سالون تشریح دیده و خلاصه این کارا رو یه مقداری ما از دور دست بر آتش به ایشون، از نزدیک دست به وسائل تشریح. خب ببینید، ما به شما عرض بکنم که در هفته ای که گذشت بهش میرسم، یکی دو دقیقه ای چند دقیقه ای، ولی درست همین امروز صبح خبرگزاری رسید، این بود که ابر تروریست جهان یحیی سنوار رو در جنگ کشته شده. این شاید یه درسی باشه برای همه اونهایی که میان و دست به جنایت میزنن، ترور میکنن. این ترورها لازم نیست که خارجی باشه، داخلی هم هست. ترورهای داخلی انجام میدن. ترور نه تنها با کشور مخاصم، که با مردم خودشون. شما مثلا نگاه بکنید الان جنگ با ملت ایران به وسیله مشروبات الکلی هست، الکل اتیلیک شروع کرده و مردم دارن دسته دسته از بین رفتن تو چند تا استان. اینا تمامش بی خودی نیست، این بقاله نمیره تو خونش یه دونه درست بکنه به یکی بده. یه دفعه وقتی شما میرید 50 نفر میمیرن، 100 نفر میفتن تو بیمارستان، اینا یک سازماندهی باید راجع به این جریانات باید باشه. ولی خوب به هر جهت این جنگ به تن به تن مافیای فساد هست در ایران. خوب به عناوین مختلفه میتونیم این فساد رو بگیم، از هوای آلوده که خودشون دارن میگن که 30,000 نفر در سال گذشته مردن به علت هوای آلوده. ولی خوب ترسوندن مردم به علت این بوده که واقعا میخواستن که با مشروب بدونن که اگر بخوای بجنبید، همون جوری که مدارس میریم اسید میریزیم توش دختر بچه ها رو مجروح میکنیم، میتونیم شما رو به عناوین مختلف، شمایی که مشروب خورستی، بالاخره به اسم اینه که داریم با این فساد مبارزه میکنیم، چون خودشون هم میخورن. دلیل از مدارکش پخش شده که میخورن و خیلی کارهای دیگه هم میکنم. خب حالا برگردیم به این که به شما عرض بکنم که آیا سخنان دل گرم کننده ای هم وجود داره؟ بله، سخن دل گرم کننده اینه که شاهزاده در سخنرانی که کرده بود در چند روز قبل، این آمار دیدار از این سخنرانی و شنیدار از این سخنرانی در حدود میتونم بهتون بگم شاید بالای 23 میلیون نفر حالا دیدن و این گذشت ازش. و به شما عرض بکنم که این شما واجه هستید با گروهی که تحت عنوان به اصطلاح به اسامی مختلف، به عنوان کمونیست، به عنوان
جمهوری خواه، نمیخوام بگم همشون اینجور هستن، ولی هستن افرادی که میان و به جای اینکه رک و پوسکنده یه پرچم دست بگیرن و یه طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، اون اشکالی نداره، یکی طرفدارشونه. ولی آدم حیرت زده میشه که آدمایی که ادعای اینه دارن که با مثلا فرض بفرمایید که کمونیست هستیم، ولی تای قضیه که در میاری میبینی که تمام فعالیت هاشون سر اینه که بیان و از یه عده حمایت بکنن که ملت ایران نمیخوانشون. یعنی ما نه بد میگیم نه بیراه میگیم، ولی هستن این افراد وجود دارن. ولی حالا به شما نگاه بکنی که در برابر یه همچین افرادی در یک همچین زمانی با یک همچین گفتاری، گروهی که در ایران نشستن و ببخشید و چشمشون به ماست که ما چه میگیم در اینجا، ناگهان ببینن که یه آقایی که خودش ابر کمونیست میدونسته در گذشته، حالا میاد تو تلویزیون و همینجور بد و بیرا تا اسم شاهزاده میاد انگار که برق گرفتدش، واقعا یه همچی حالتی داره. اصلا بگم که از این نوع پستی ها خیلی خیلی زیاد انجام میشه که اگه بخواد آدم اسماشون رو ببره واقعا اون مسئله افتاد من کاغذ شمد. خب موضوع صحبت امروز ما، صحبت امروز ما به شما بکنم که درباره روابط انسان است با انسان، نه فقط از نقطه نظر عاطفی، گرچه در ارتباط با عواطف انسان خیلی میتونه اتفاق بیفته، ولی رابطه جسمانی افراد با افراد دیگر. ببینید من بسیاری از افرادی که توی این رشته به اصطلاح درمانهای جنسی هستند و راه و رسم به مردم یاد میدن، ما مواجه هستیم با یه مقدار ترمینالوژی، با یه مقدار واژه هایی که باید تعریف بشن، یه مقدار واژه هایی که اصولا تا ندونیم اونا چی هستن خیلی خیلی دشوار خواهد بود که اصل قضیه رو بفهمیم که چی داره میگذره. من میدونم که برای خانم دکتر رشیدیان ممکنه یک کمی دشوار باشه که اون عادتی رو که بعضیا به ماها دادن وقتی میریم مثلا تلویزیون یا توی همین تلفن خودمون به افرادی که این شغل رو دارن و انجام میدن و نوع صحبتی که میکنن، اونقدر این صحبت ها از جنبه های علمی خودش خارج میشه و ناگهان به جنبه هایی میرسه که آدم حیرت میکنه. بنابراین ما نمیتونیم رقابت بکنیم با اونهایی که فرض بفرمایید که میتونن آنگونه سخن بگن، با مجبور هستیم که رعایت هایی رو داشته باشیم به دلیل اینکه ایرانی هستیم. به دلیل من میدونم که این خردگیری خواهد شد. حالا من به اصطلاح میخوام گفتگو رو بدم به دست خانم دکتر رشیدیان که از اینجا شروع میشه که آیا این به طور کلی این تشریف و کالبد شناسی، این روشی که قرار است رابطه انسان با انسان دیگر رو در بر بگیره و بعد فیزیولوژی این قضیه دارای چه ترمینالوژیایی است، ببینیم اگه همش به یادش میاد که همین الان بگه، اگه یادش نیاد دفعه بعد میگه، اگه من چیزی یادم بود میگم. و من مطمئن هستم که خانم دکتر سفیده فر خیلی زیاد یادشه، من خیلی جوان‌تره
و خیلی دست به کارت بوده راجع به این قضیه. خیلی خوش آمدید خانم دکتر رشیدیان، خوش آمدید خانم دکتر فر. سپاسگزارم، با درود فراوان خدمت همه عزیزان، چه در تلویزیون پارس و چه عزیزانی که لطف میکنن و این برنامه ما رو امکان پذیر میشن که تشریف میارن و به جمع ما میپیوندن که ما بتونیم این اطلاعات رو بهشون بدیم و امیدوار هستیم که حتی به نظر من اگر ما یک نفر رو کمک بکنیم اونم خودش کار خیلی خیلی مهمی هست. درست فرمودین آقای دکتر فروغی، کلماتی که در این مورد سکشوالیتی هست شاید خیلی سخت باشه بعضیاشو حداقل برای من بتونم اونا رو ترجمه بکنم به فارسی، به دلیل اینکه یک، من اینا رو به زبان انگلیسی کامل یاد گرفتم، البته این دلیلش نمیشه که بخوام بگم که نرفتم دنبال فارسیش، ولی در این حالم تا اونجایی که مطالعه کردم یه سری چیزا رو نتونستم به فارسی به اصطلاح براشون یک معنی پیدا بکنم. البته در صحبتی که من و شما با هم داشتیم یه مقدار شما لطف کردین و این اطلاعات رو به من دادید و امیدوار هستم که بتونم از اونا استفاده بکنم امروز، ولی اگر هر جا دیدین که من دارم بیراه میرم از شما تقاضا میکنم از هر دوی شما دوتا عزیزان این مسئله رو برای من کمک بکنید که بتونم فارسیشم خود منم یاد بگیرم. و این البته چیز خوبی نیست که میگم که من فارسیشو نمیدونم، ولی واقعیتش فعلا همین هست و امیدوار هستم که هر جوری که ما داریم این مسائل رو در اختیار هموطنان میذاریم براشون مفید باشه. در هفته‌های قبل ما گفتیم که به طور کلی سکشوالیتی یک انسان یک قسمتی از کاراکتر یک شخص هستش، خصوصیات اخلاقی، باورها، رفتارها و سنت و تمام چیزهایی که انسان میتونه اون آزادی فردی رو پیدا بکنه که خودش رو در قالب خواسته های جنسی خودش ببینه و بشناسه. و گفتیم که از لحاظ علم سکسولوژی یک پدیده بیولوژی و سایکولوژی و اجتماعی و محیطی هستش و دایمنشن های بُعد های مختلفی که داره همون بیولوژی هستش، روانشناسی هستش، جامعه شناسی، کلینیکال، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و همه اینا جزوش هست. دلیلی که اینا رو تکرار میکنم به خاطر اینکه حتما ما عزیزانی داریم که در هفته های قبل با ما نبودن و این هفته لطف کردن و در این جمع ما هستن، پس این یک مقدمه ای که شاید واقعا لازم باشه. و همچنین ما اگر که در کار روان درمانی، در کار تحقیقات، من خودم به این نتیجه رسیدم که وقتی که یک نفر در مورد مسائل جنسی یا شناخت احساسات جنسی خودش دچار مشکل میشه به خاطر اینکه اطلاعات درست رو نداره و دنبال روی یک سری مسائل و اطلاعات غلطی شده که حالا در هر مقطع زمانی بهش دادن. به عنوان مثال من دختر خانم هایی رو میبینم و آقایون، پسرهای جوان میت سال، 40 سالگی، جوانتر، مسنتر میان و از سایز مثلا بزرگی یا کوچیکی سینه هاشون نگرانن. حتی آقایون رو دیدم که میگن که آیا اینا دارن تبدیل به یه زن میشن که سینه هاشون مثلا بزرگ شده، یا اینکه مثلا میبینیم که زوجها میان و در مورد مشکلات جنسی که با هم دیگه دارن صحبت میکنن میگن که رضایت ندارن، ولی وقتی که ازشون سوال میکنیم که چجوری مسئله جنسی رو بهش برخورد میکنن اصلا نمیدونن و وای میسن و مثلا شوهر میگه که اشاره‌ای که میکنه به اندام تناسلی خانومش نمیگه اندام تناسلی، میگه اون قسمت خانم یا میشه اون قسمت آقا، یعنی به اینقدر به فرم خارجی، به فرمی که نباید حتی اصلا گفت اندام تناسلی بهش برخورد میکنن.
ما دیدیم که دانشجوهایی که در کالج میرن یا در مدیکال اسکول هستن، خیلی هاشون کلاسی که میگیرن در مورد هیومن سکشوالیتی حتی اصلا به وسطش هم نمیرسن به خاطر و دراپ میکنن، میان از کلاس بیرون به خاطر اینکه از لحاظ اخلاقی خودشون، از لحاظ مسائلی که یاد گرفتن فرهنگی مذهبی، نمیتونن در خودشون نمیبینن که برن و این حتی این کلاس رو تموم بکنن. خانم هایی دیدم که در عمرشون موقعی که شاور میگیرن، دوش میگیرن، به اندام تناسلیشون دست نمیزنن و اصلا نمیدونن که میتونن به اندام تناسلیشون دست بزنن و اینا خیلی مسائلی هستش که ما باید در نظر بگیریم وقتی که در مورد مسائل جنسی صحبت میکنیم. آقایون یکی دیگه از مسائلشونه که سایز اندام تناسلیشون کوچیکه یا بزرگه، چرا مال سایز یکی با سایز یکی دیگه فرق میکنه، چرا فرم شکل شمایلش فرق میکنه. خب اینا همه مجموعهشو که ما نگاه میکنیم میبینیم که اطلاع حتی در مورد فیزیولوژی، سازمان، ساختمان این قسمت از اندام رو واقعا نمیدونن و اگر که بدونن اینا رو و نوع عمل کردش رو بدونن، اصلا بدونن که هر قسمت از اندام تناسلی کارش چی هست و اصلا چرا به وجود اومده. ما در مورد چشممون خیلی چیزا میدونیم، در مورد نمیدونم عمل قلب، ریه، کلیه، جگر، روده بزرگ، روده کوچک، خیلی چیزا میدونیم و اکثر ما خیلی راحت در موردش صحبت میکنیم، ولی وقتی که میاد در مورد اندام تناسلی یه دفعه قیافه ها عوض میشه، اتیتود ها عوض میشه، برخورد ها عوض میشه. اینا مقدار زیادش به خاطر اینه که نوع یادگیری که به ما دادن که در انسان وقتی که بزرگ میشه یک مجموعه که ما اطلاعات درست نگرفتیم و در نتیجه یک سری افکار منفی و باورهای منفی در مورد اندام تناسلی چیکار کردیم؟ درست کردیم و باور کردیم، یعنی جزء باورها میشه. به عنوان مثال چطوری شروع میشه؟ ما یاد میگیریم از بچگی که اندام تناسلی باید پوشیده باشه. حالا برای پسرها که توی خونه لخت و پتی را میفتن و میدونن و اندام تناسلیشون رو حتی با دستشون میگیرن و میکشن، قشقش هم میخندن برای اینکه بهشون استیمولیشن میده، تحریک میده، اون ایرادی نداره، پدر مادرم کاریشون ندارن، بعضی وقتا یه پشت دستی نازک بهشون میدن. ولی برای دخترها این مسئله اصلا امکان پذیر نیست و دخترها رو ما دیدیم که موقعی که میبرنشون و براشون تمرین میدن که توی دستشویی که چجوری برن روی توالت بشینن، یادشون میدن که نباید دست بزنن به اندام تناسلیشون. در نتیجه پس ما میبینیم که به طور کلی نه تنها توی این پروسس ما یه لغت معنی درستی هم راجع به اندام تناسلیمون پیدا نمی کنیم، بلکه یک واژه هایی به ما میدن که این واژه ها در آینده ما کاملا ما رو دچار مشکل میکنه. یعنی یاد نمیگیریم، همونطور که میگیم قرنیه، خب یاد میگیریم که قرنیه چشم یعنی چی، ولی یاد نمیگیریم که مثلا لبه خارجی وجاینا یعنی چی. یعنی اون اصلا کسی نمیخواد اصلا راجع به اون صحبتی بکنه. پس بنابراین و بعدش هم میایم توی سینما، توی تلویزیون یک حرکات سکسی بین دو نفر میبینیم که اصلا امکانش در یک زندگی عادی برای بیشتر آدم ها، بیشتر 90% اصلا قابل اجرا نیست. پس ما اینجا نه تنها اطلاع غلط میگیریم، بلکه احساس منفی هم پیدا میکنیم و بعد احساس منفی هم نسبت به خودمون پیدا میکنیم در مورد اینکه سکشوالیتی ما سر جاش نیست و ما هیچ وقت نمیتونیم در این مورد موفق باشیم. ولی اگر که بیایم و اجازه بدیم از این تابو بودن رو ما شروع کنیم و بذاریم کنار و بیایم یاد بگیریم که اندام تناسلی یک جای به اصطلاح منفور و ممنوعه نیست، بلکه ما هرچی بیشتر در این مورد بدونیم چقدر ما مشکلات رو میتونیم از وسط برداریم. و تا الان اینجوری بوده، وقتی که ما راجع به
اندام تناسلی زن صحبت میکنیم، به قول آمریکایی‌ها یک منطقه hands off. یعنی چی؟ یعنی کاملا ممنوعی اصلا بهش دست نباید زد. و اینو ما خیلی سریع به بچه هامون یاد میدیم، حتی در همین جامعه آمریکا هم به این فرم هست. الان خوشبختانه بعضی جا شروع کردن کلاس هایی گذاشتن که کم و بیش اشاره هایی دارن میکنن، ولی به طور کلی در اکثر سنت ها ما یه سکس نگاتیو تون داریم راجع به سکشوالیتی، و باعث میشه که یعنی یک برخورد منفور داریم نسبت به مسائل جنسی، باعث میشه که ما حتی یاد نگیریم که از به خاطر اون استرابی که به ما دست میده و اون تنفری که به ما دست میده ما شک و تردید میفتیم که اصلا حتی بریم دنبالش. اینه که وقتی که یه خانم میاد به من میگه که من به عمرم نگاه نکردم به اندام تناسلیم، یا اینکه خجالت میکشم که به اندام تناسلی همسرم نگاه کنم، یا سکس ما فقط زیر ملافه و لحاف و پتو و در اتاق تاریک انجام میشه، میتونم بفهممشون که این داستان از کجا داره منشأ میگیره. بنابراین خوشحالم که امروز ما این فرصت رو داریم که باز هم به صورت خیلی میشه گفت خلاصه میتونیم در مورد اندام تناسلی صحبتی بکنیم که ببینیم که این مرحله مرموز و ممنوعه رو چطور ما میتونیم بشناسیم، و شاید بتونیم در این مورد کمکی بکنیم که افرادی که میان مراجعه میکنن یا میرن پیش پزشکانشون یا پیش هر کس که مراجعه میکنن برای کمک، بتونن لغاتی استفاده کنن، بتونن اصلا سیستم این منطقه ممنوعه رو بشناسن که بتونن دقیقا بگن مشکلاتشون از کجا به وجود میاد. در واقع اون سخن ممنوعه است و حقیقت در هر جایی اسمش برده بشه یک دفعه همه گوشاشون تیز میشه که چی دارن میشنون. و از قضایی در مورد اونهایی که میان و این روش رو میخوان برای افرادی که بیان و صحبت بکنم، مسئله خیلی مهمه. یه موقع هست که شما قراره که با همون دانشگاهی که دارید میرید برای تحقیق قراره که اونجا برید صحبت بکنید، یه موقع هست که قراره تو تلویزیون صحبت بکنید، یه موقع قراره که با بچه‌مون صحبت بکنید، یا با برادر بزرگیم، با برادر کوچک یا خواهر کوچک در برابر خواهر بزرگتر قرار این صحبت ها انجام بشه. ببینید اینا هر کدومش واژه هایی رو که به کار میبریم فرق خواهد کرد، سخنی رو که میگیم متفاوت خواهد بود، هدفی رو که داریم تفاوت میکنه. یعنی ما برای شاگرد کلاس ممکنه نه تنها بهش میگیم، امتحانش هم میکنیم، یعنی ازش ورقه میذاریم جلوش میگیم امتحانت پس بده، و به الان نمره ای که میگیری نمره قبولی نیست. البته حالا من نمیدونم مثلا استادا جرأت میکنن رفوزه بکنن یا نه. یه موقعی بود خیلی خیلی سخت میگرفتن در هر حال. حالا به شما عرض بکنم که خانم دکتر سفیده فر، من فکر میکنم که اساس کار رو این مسئله در حقیقت آناتومی عصبی انسان باشه، به اون یک نگاهی داشته باشند ایشون، نگاهی که مردمی که دارن به ما الان گوش سپردن و واقعا دلشون میخواد که واقعا این کلماتی رو که میشنوند، مثلا این مسئله بیولوژیکال قضیه چجوری است. حالا مثلا این درسته که شما بیولوژی به عنوان زیست شناسی مثلا ترجمه میکنید، ولی اساس کار اینه که ما چگونه از این زیست شناسی و از این
کالبد شکافی و کالبد شکافی که ترجمه دقیق آناتومی هست. حالا اون شما بفرمایید ببینم که اصلا چی هست این مغز، این هم راجع بهش صحبت میکنیم. آیا آدم بدون مغز هم میتونه فکر کنه مثلا، یا اینکه الا بلا باید مغز داشته باشه؟ چون به نظر میاد بعضیا ممکنه نداشته باشن اگه اینجوری باشه. بفرمایید. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر رشیدیان و همینطور تمام دست اندرکاران برنامه تلویزیونی پارس و علی خصوص تمام بیننده های عزیزمون، و خوشحالم که میتونم ساعتی رو در خدمتتون باشم. در رابطه با سوالی که فرمودین آقای دکتر، خب همونطور که میدونیم دستگاه عصبی ما، یعنی ما انسان ها، خیلی 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 پیچیده هستش، ولی به صورت کلی اگر بخوایم یک نگاه جامع بهش داشته باشیم، ببینید ما یک سری یک سیستم عصبی مرکزی داریم و یک سیستم عصبی محیطی داریم. اون سیستم عصبی مرکزی ما تحت عنوان همون مغز و نخاعی هست که ما میشناسیم، و سیستم عصبی محیطی ما میشه در واقع اون اعصابی که به دست و پای ما میرن، اعصابی که به اندامهای ما میرن، و در کنارش ما یه سیستم عصبی خودکار داریم در واقع. ببینید ما تمام، همونطور که میدونید، تمام فعل و انفعالاتی که توی بدنمون انجام میگیره میشه گفتش که تمامش، حالا نمیشه قطعا گفت 100%، ولی واقعا برای 95%ش همه تحت کنترل مغز هستش و در واقع رئیس اصلی هستش. خب همین قضیه در واقع سیستم تناسلی، دستگاه تولید مثل رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. اگر بخوایم بیایم اول در مورد دستگاه در واقع کنترل دستگاه تناسلی، خب همون یه قسمتیش هستش که مغز توش دخیل هست، یه قسمتایش رو نخاع توش دخیل هستش، اعصاب خودکار یا اتونوم در واقع که تحت عنوان سمپاتیک، پاراسمپاتیک، حالا فارسیش، فارسی هم در واقع همین اتونوم شناخته میشه در واقع. اینا همه باید در کنار هم کامل کار کنن، در کنار بقیه چیزها، تا اون پیام‌های عصبی منتقل بشه، چه پیام‌هایی که میرن به مغز، چه پیام‌هایی که از مغز میان. حالا اگه بخوایم بیایم الان در واقع تمرکزمون رو بذاریم روی مغز، مغز ساختارهای متعددی داره که از طریق اون میاد در واقع توی پردازش احساسات مختلف ما، از جمله احساسات جنسی، برانگیختگی جنسی، احساس لذت جنسی، و جدا از این هورمون‌هایی که باید ترشح بشن تا دستگاه تولید مثل کار کنه تأثیر میذاره. اگه بخوام حالا به یکی یکی به اینا نگاه کنیم، میتونیم قبل اول از هر چیزی به دو تا غده توی مغزمون اشاره کنیم که تحت عنوان غده هیپوفیز و غده هیپوتالاموس میشناسیمشون. یعنی این دو تا غده یک وظایف بسیار متعدد زیادی دارن که یعنی تو سیستم هورمونی بدن نقش بسیار بزرگی رو بازی میکنن، از جمله توی قسمت دستگاه تولید مثل ما. برای مثال غده هیپوتالاموس یک هورمونی میاد ترشح میکنه، حالا من فکر میکنم شاید بهتر باشه نام نبرم، لزوما همشون رو شاید بیشتر خسته کننده بشه، یک هورمونی ترشح میکنه که به واسطه اون هورمون در واقع میاد چیکار میکنه، هیپوتالاموس پیام میفرسه به اون غده دیگه هیپوفیز، و اون غده هیپوفیز چندین مدل هورمون دیگه، یعنی یه ماده شیمیایی، منظورم از هورمون در واقع یک مدل ماده شیمیایی هست که پیام رسانه، یعنی پیام به واسطه یک ماده شیمیایی از یک غده در مغز به غده دیگه منتقل میشه، اون غده فعال میشه که در واقع منظورم غده هیپوفیز هست، و اون غده هیپوفیز میاد هورمون های شیمیایی متعدد دیگه ای تولید میکنه که اینها از سمت مغز حرکت میکنن و میان پایین و میان روی سینه، توی خانوم ها آقایون روی سینه اثر میذارن، روی بیضه ها اثر میذارن، روی تخمدان ها اثر میذارن و نقش خودشون رو ایجاد میکنن، و اینها حتما باید طبق اون شرایط خودشون عمل کنن تا اینکه فرد بخواد حالا یه تولید مثل موفقی داشته باشه یا بخواد یک رابطه جنسی برقرار کنه. ولی جدا از این دو تا غده‌ای که در مغز وجود دارن، قسمت های دیگه هم در مغز هستن که این وسط عمل می کنن. ببینید ما یک قسمتی داریم در مغز به نام لوب، حالا یک
توی قشر مغز، من سعی میکنم فارسی بگم، کورتکس میشه یا قشر مغز در واقع، که تحت عنوان پریفرونتال نامگذاری میشه. قسمت جلویی، شما در نظر بگیرید قسمت جلویی مغز هستش، که این قسمت خیلی به مسئولیت‌های زیادی به عهده داره. یکی از در کنترل رفتار آدم‌ها به خصوص میتونه اثر داشته باشه، که حالا این و یکی از کارهایی هم که میکنه توی دقیقاً در واقع پردازش احساسات جنسی، درک احساسات جنسی، کنترل در واقع اون احساسات جنسی نقش داره. یا یک قسمت دیگه ای از مغز دوباره هست به نام قشر سوماتوسنسوری، کورتکس سوماتوسنسوری، که فارسی شاید بتونیم بگیم قشر حسی جسمی یا همچین چیزی شاید بشه بتونیم ترجمهش کنیم. حالا متاسفانه کتابای فارسی هم که در واقع کتابای رفرنس ما، مرجع ما، وقتی که میان فارسی میکنن این کلماتو دقیقا اینش رو فارسی مینویسن فقط. حالا اینم واقعا یه چالشی هست این وسط، که در واقع این قشر سوماتوسنسوری یا قشر حسی جسمی مغز وظیفش اینه که تمام اطلاعات حسی مختلفی رو از قسمت‌های مختلف بدن دریافت میکنه، پردازش میکنه و بعد تصمیم میگیره که با این اطلاعات چه کار کنه. مثلا ما اگه به یه چیزی با دستمون یه چیزی رو لمس میکنیم، این پیام از سلول‌های عصبی تو دستمون بلند میشه، میره توی همون قشر سوماتوسنسوری یا حسی جسمی میشینه، اونجا بعد تصمیم‌های بعدی در موردش گرفته میشه. در مورد احساس لذت جنسی هم همینه، یعنی پیام‌ها میره به این قشر و در واقع توی این قشر در واقع بفهم. شما خیلی خیلی عالی اینه تشریح کرد. از چه سنی؟ آیا موقعی که بچه تو شکم مادر هست این هورمون هایی که دارید میگید، این صحبت هایی که دارید میکنید، از اون موقع وجود داره یا بعد از تولد به وجود میاد؟ شما ببینید این حالتی که بچه داره در ارتباط حتی با مادر، شما این خواهندگی ها اصلا واقعا تماس این بچه که آرامشی که از مادر میگیره. شما میخواستم خیلی کوتاه، چون من یک قسمت مربوط به سایکوسوشال هست که میخواستم حتما خانم دکتر رشیدیان راجب صحبت، چون ما این قسمت های علمی رو که الان شما اشاره کردید بهش، همه اینا رو میاریم. حالا رسیده خانم حامله شده، شما بچهش بکنید، میخوام بدم دستا خانم دکتر رشیدیان بفرمایید. چشم، حتما. سعی می‌کنم خیلی خلاصه بگم. ببینید اینطوری هستش که وقتی که بچه در بدن مادر شکل میگیره، همین قدرت، همین قسمت‌های مغز مثل تمام قسمت‌های دیگه‌ای که داره شکل میگیره، همزمان اونها هم در حال شکل‌گیری هست. و خب تا وقتی که به دنیا میاد و تا حد زیادی به تکامل میرسه، ولی در واقع کامل در حد یک انسان بالغ نیست، به خاطر اینکه عملکرد تخمدان‌ها یک جایی متوقف میشه، سیکل هورمون‌های جنسی در یک چرخه متوقف میشن تا فرد برسه به بلوغ. ولی به این معنی نیست که این هورمون‌ها لزوماً وجود ندارن، وجود دارن، منتها نقش‌هاشون، میزان اثرشون اینها هستش که متفاوته. یعنی همون بعد به موقعی که توی شکم مادر هست، مثلا برای مثال باید اون هورمون مثلا تستوسترون، هورمون جنسی آقایون، هورمون جنسی خانم‌ها، اینا باید باشه اصلا تا اون اندام‌های تناسلی خارجیشون شکل بگیره. پس اینها هستن، ولی اینکه چقدر این هورمون‌ها ترشح بشن، در پاسخ به چه محرک‌های ترشح بشن، چه میزانی ترشح بشن، خب این الگوهاش هستش که متفاوت خواهد بود. و خب واقعا خیلی جالب بحث مادری که بچه‌ای که به دنیا میاد رو فرمودید. من فقط اینجا فکر میکنم یه اشاره کوچیکی بکنم، چون بحث هورمون هاست، به این داستان هورمون عشق یا اکسیتوسین که خب همون به اسم هورمون عشق میشناسیمش، و ببینید که چقدر زیبا این هورمون توی زمانی که مادر هنوز به دنیا نیورده بچه رو، این هورمون در واقع از بدن مادر ترشح میشه تا جایی که در واقع موقع زایمان برسه، این هورمون میاد روی رحم مادر مثلا اثر میکنه و بعد باعث انقباضات رحم مادر میشه و بچه میاد بیرون. و جالب اینجاست که وقتی بچه میخواد
مادر بچه رو بغل میکنه و بچه میخواد شیر بخوره، به محض اینکه بچه دهانش رو میذاره رو نوک سینه مادرش، تو سر سینه مادرش، این هورمون اکسیتوسین اونجا ترشح میشه و اون باعث اون ارتباط عاطفی بینشون میشه و از یه طرفی اون هورمون اکسیتوسینی که داره تو بدن مادر ترشح میشه هم کمک میکنه به خروج شیر در واقع. پس این واقعا یک روند خیلی پیچیده ای هستش، ولی به صورت کلی این هستش که تمام این هورمون ها بله از همون زمان جنینی شروع میکنن چک گرفتن، تولید شدن، فقط میزانشون، نحوه ترشحشون هستش که با هم دیگه متفاوت هست در دوره‌های مختلف زندگی. خب بسیار عالی. حالا خانم دکتر رشیدیان، این بچه اومده متولد شده، حالا قسمتی که خانواده با این بچه‌ای که او اصلاً فکر نمی‌کنه که این بچه هم میتونه خیلی از غرایز رو در خودش داشته باشی، منتها نه اونجوری که اونا دارن، حالا مسائل زیادی اینجا پیش میاد که میخواستم راجع به این مسئله اجتماعی شدن که از خانواده شروع میشه ببینیم که این بچه توی این مراحل به چه وضعی میره، در کدوم مسیر میتونه بیفته یا در کدوم مسیر میتونه موفق باشه. بفرمایید. خواهش میکنم. بحث سایکوسوشال مسئله جنسی بسیار بحث مفصلیه، کتاب های بسیار زیادی در این مورد نوشته شده، هر نویسندهی معمولا رجوع کرده به فرهنگ محلی خودش، بعضی هم در سطح جهانی نوشتن و به طور کلی همونجور که گفتم خدمتون، مسئله سکشوالیتی به خصوص برای دختر بچه ها از همون روزهای اول به حالت تابو یک ترینینگ، یک کارآموزی دقیق بهش میدن، از لحاظ اینکه مسئله جنسی و احساس جنسی یک مسئله هستش که باید سرپوش روش باشه، بسیار با گناه توام هست، اشتباه هست و اینقدر مسئله منفی دور و برش هست که متاسفانه چون که ما این اطلاعات رو از نزدیکترین افراد خودمون دریافت میکنیم مثل پدر و مادر، مسلماً باور میکنیم و میشه روش زندگی ما و وقتی که به بزرگسالی میرسیم باعث میشه که ما نتونیم مسیر درستی در مورد این که من انسان یک غریزه هایی دارم و اون غریزه ها رو چطور باید بشناسم پیدا نمیشه و صحبت هایی که خانم ها میکنن، صحبت هایی که آقایون میکنن کاملا نشون دهنده این مسئله هستش که چقدر نداشتن اطلاع درست و داشتن اطلاع غلط و گمراه کننده و ممنوعه در مورد مسائل جنسی چقدر به زندگی انسان ها، به سلامت فیزیکیشون، به سلامت روانی و همچنین به سلامت زندگی زن و شوهرشون واقعا چه لطمه های بسیار زیادی زده و این بود که من میخواستم امروز یه فرصتی بشه که ما یه مقداری در مورد اندام تناسلی صحبت بکنیم که این هیولای بزرگ رو بشکنیمش و ببینیم که واقعا این موردی که اینم یه قسمت سایکوسوشالش هست که اکثرا نمیدونن اندام تناسلی چه شکلی هست. آقایون برای آقایون مشکلی نیست، برای اینکه اندام تناسلی آقایون بیرون از بدنشون قرار داره، هم میتونن پینسش رو ببینن، هم میتونن تخمدان‌هاشون رو ببینن. حالا از لحاظ مثل هر انسان دیگه که ما همه با هم دیگه شکل قیافمون فرق میکنه ولی یک ویژگی های مشترکی داریم، اندام تناسلی هم همون حالت رو داره، ویژگی های مشترکی داریم ولی سیستم و سایز و رنگ و اینا همه با هم دیگه میتونه متفاوت باشه و این تفاوت ها دلیل بر بدی و خوبی یه نفر دیگه نسبت به هم دیگه نیست، بلکه این یک جزء ساختمان بدنی هر کسی، فیزیولوژی هر کسی یک تفاوت‌هایی تولید میکنه. ما اگر که بیایم یک مقداری من تمرکز میکنم روی اندام تناسلی خانم‌ها، بلکه که این بسیار تابو هست که در موردش صحبت بشه و من این رو سعی میکنم تا اونجایی که
تلویزیونی اوکی باشه، اینو چیکار کنم، اینو بازش بکنم، و امیدوار هستم که کمکی باشه. و ما اگه بیم این اناتومیشو بیم فیزیولوژیشو باز بکنیم، قسمت اندام تناسلی زن یه قسمتیه که یه قسمت بیرونی داره و یه قسمت داخلی. قسمت بیرونیش شامل یک کاور هست، یک چیز پوششی هست که به زبان لاتین بهش میگن ولوا، یعنی اون قسمت خارجی اندام تناسلی هستش که این در حقیقت میاد چند تا بخش دیگه اندام تناسلی رو کاور میکنه، میپوشونه، که اون قسمت ها هستش به اصطلاح اون قسمتی که روی استخوان پیوبیک ایریا هستش، قسمت بالای اندام تناسلی، قسمت استخوانی هستش. این یک کوشین های هستش، یک عضله های خیلی ظریفی هستن اونجا که به وسیله پوست و به وسیله موهای دوره قسمت اندام تناسلی، اینا اون قسمت بالای پیوبیک ایریا رو چیکار میکنن؟ اندام تناسلی رو کاور میکنن و شامل به اصطلاح بهش میگن که قسمت لبه های اصلی بزرگساز و یه قسمت های لبه های کوچیکتر هست که داخل اون قرار میگیره و اینا هر کدومشون یک کار مشخصه خودشو داره و اینا قسمت بیرونی کارش، یکی از کاراش پروتک کردن و محافظت از اندام قسمتی هستش که ادرار انسان از بدن خارج میشه، اون یکی از کارهای اصلیش هستش. پس ببینید این اندام طوری درست شده که هر جاش برای اجرای یک کاری هست. پس بنابراین قسمت خارجی نه تنها قسمت وجاینا و بقیه رو در کاور میکنه، بلکه از قسمت ادرار، دستگاهی که با ادرار از بدن خارج میشه، اونا چیکار میکنه؟ میپوشونه. قسمت داخل هستش که خیلی رگ‌های کوچولو زیاد درش هست، عصب‌های بسیار زیادی درش هست و اونجا هستش که سکشوال فیلینگ ها هم، سنسیشن ها اونجا وجود داره و این قسمت رو بهش میگن قسمت‌های داخلی، که این به اصطلاح دقیقاً هنوز ما داریم راجع به ولوا صحبت می‌کنیم، قسمت بزرگ و خارج. و در این قسمت لبه های داخلی و کوچکتر قسمت کلیترول هم هستش، جایی که از لحاظ جنسی بسیار بسیار حساس هست، چه با تاچ یا چه با استیمولیشن های مختلف. پس اینجا این قسمت داخلی بسیار مهم هست که ما اینو تشخیص بدیم از قسمت خارجی، از لحاظ اینکه قسمت خارجی حساس هست برای مسائل جنسی، برای احساسات غریزه جنسی که انسان به اون حالت استیمولیشنش برسه، ولی قسمت اصلی برای رابطه های جنسی که انسان رو آماده میکنه که وارد اون رابطه بشه، قسمت های داخلیش هست. و این قسمت رو ما قسمت کلیترول رو باز برگردیم اینجا به قسمت سایکوسوشال که شما گفتید، به خاطر اینکه در طی تاریخ احساس کردن که قسمت کلیترول خیلی حساس هست، فرهنگ های ما داریم که در طی تاریخ اومدن و این قسمت زن رو ازش بریدن، از قسمت اندام تناسلیش. به عنوان مثال سودان این کار رو هنوز هم میکنن، کشور مصر هنوز این کار رو میکنه، چند تا کشورهای آسیایی این کار رو میکنن. در ایران ما یه مقداری آمارش نیست، ولی میدونیم که در یه قسمت های انجام میشه. چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه خب بچه به خصوص اینو در سن کودکی هم انجام میدن، به خاطر اینکه بچه خیلی که کنجکاو میشه نسبت به اندام تناسلیش و به خودش دست میزنه و اون احساس جنسی بهش دست میده، اونو نمیخوان یک فیمل، یک دختر بچه اونو احساس بکنه، که بهش میگن واجینال میوتیلیشن، که متاسفانه ما دیدیم که وقتی که این کار انجام میشه و تحت چه شرایط های انجام میشه، چه عواقب وحشتناکی برای اون دختر خانم به جا میذاره. و خانم دکتر رشیدیان میبخشید، این جریانی که اشاره کردید
فکر نمی کنید که اساس این قضیه زن ستیزی بوده و کوشش بوده برای اینکه زن لذت نبره؟ بله. کوشش بله. بوده، یعنی تمام این کارا رو اومدن که چگونه بتونن زن رو محروم بکنن. بله. یعنی بله. اون اصل قضیه این داستان بوده. بله. نکته دیگری که اشاره کردید بهش والوا اینه، ببینید همون جریان سوشال قضیه ایرانیا تو خانواده عجیب بوده این موضوع رو. ببینید برای پسرها یه اسم می‌بردن که چی داره، برای دخترها بیشتر از یک ایهام استفاده می‌کردن. ایهام کلمه شاعرانه، یعنی یه حرفی که دو تا معنا داشته باشه. یارو ناز داره، میدونی؟ این دخترم ناز داره و این یعنی این اسم رو گذاشتم روی این قضیه و خیلی خیلی شاعرانه هم هست. فرقیده من هیچ اشکالی هم نداره که به کار برده بشه. بله، نه خواهش میکنم، اینو کاملا درست میگید. بله، کلمه هایی که میذارن مانس وینس، ونریس، مانس ونریس در حقیقت از همون کلمه زیبا ونیس که دوران رومن ها چقدر روی این مسئله به اصطلاح تکیه کرده بودن. کاملا اینو درست میفهمین و میبینیم که ما هر جا که آناتومی فیزیولوژی اندام تناسلی زن رو بهش رجوع میکنیم میبینیم که چقدر مسئله فرهنگی هم اونجا وجود داره در نوع برخوردی که با این مسئله میشه. به عنوان مثال مسئله، حالا بریم روی قسمت وجاینا اگه بخوایم صحبت بکنیم، وجاینا قسمتی که دیگه وارد داخل اندام تناسلی میشیم. اون قسمت اول خود وجاینا چه؟ یه دونه کاناله، یه تیوبه که قابلیت انقباض و انبساط زیاد داره. یه سرش به بیرون از جنیتال اریا وصله، یه سر دیگهش وصل هستش به رحم انسان، رحم یک خانم از طریق سرویکس. حالا ولی دهانه این وجاینا با چیزی به اسم پرده بکارت معروف هست که این چیه؟ به اصطلاح کاور هست. حالا ببینیم اصلا پرده بکارت، اصلا جریان این که کارش چی هست. پرده بکارت، پرده بکارت یک به اصطلاح مجموعه از یک تیشوهای بسیار ظریف و نازک هست که قابلیت ارتجاعی بسیار زیادی داره. هدف از این که در یک زن هایمن یا پرده بکارت وجود داره اینه که کارش اینه که هدایت میکنه که اون به استرا عادت ماهانه چطور و سالم بیاد و از این کانال این تیشوها رد بشه و خارج بشه از وجانای یک زن. در حقیقت اون منسترال پریود یا اون خون قاعدگی که به خاطر اینکه بچه‌ای تولید نشده هر ماه از بدن یک زن خارج میشه، احتیاج به یک همراهی داره که از وجاینا بیاد بیرون و پرده بکارت در اصل کارش اونه. جالب قضیه اینجاست که پرده بکارت نه با رابطه جنسی از بین میره، نه حتی با حاملگی از بین میره، برای اینکه اینقدر قابلیت انقباض انبساط داره که فقط میتونه این باز میشه از همدیگه و اون باز شدنه که که بعضی وقتا تولید خونریزی میکنه ولی از بین نمیره. کما اینکه کسایی هستن که از اولین باری که رابطه جنسی دارن همیشه بعدش هم میتونن هر بار یک خونریزیای مختصری داشته باشن و اینا حتی با بچه دار شدن، با وجنال دیلیوری هم حتی این پرده بکارت فقط وسعت پیدا میکنه ولی از بین نمیره. حالا شما حساب بکنید و همونطور که همه انسان‌ها اندام تناسلیشون با هم دیگه فرق می‌کنه، پرده بکارت یا هایمنش هم با هم دیگه تفاوت‌هایی داره. بعضیا شیپشون و سایزشون طوریه که اصلاً انگار وجود خارجی نداره. بعضیا به خاطر نوعی که بزرگ میشن این پرده باز هم خودشون نشون نمیده. اینکه خیلی از دکترها اومدن و پرده بکارت رو چک کردن قبل از شب ازدواج که مطمئن باشن این خانم مثلا هنوز ویرجینه، همچین چیزی واقعا در از طبق علم وجود نداره. خب خانم دکتر سفیده، ببینیم که همینجوری که الان اشاره کردن این موضوع تا چه اندازه میتونه فراوانی داشته باشه. یعنی ما در
ایران خودمون یه موقعی بود که مثلا ممکن بود سر دختره رو ببرن اگه مثلا میگفتن که این ویرجین یعنی باکره نیست اصطلاح، و یا لااقل باعث بی‌آبرویی به قول معروف میشد. خواستم راجع به این موضوع تا آخر وقت مال شما این لطف بکنید ببینیم که از بالاخره این فریکونسی فراوانی این قضیه راجع به اینه که درصدش چجوری، آیا آماری داریم، آیا تحقیقی در این مورد شده یا نه، اینا رو اگه بدونید یعنی اگه شنیده باشید بله، چون یه قسمتش اجتماعیه یه قسمتش مربوط به دقیقا کار شماست. بفرمایید جناب. بله خیلی خوشحالم که این بحث مطرح شد، چون واقعا خیلی بحث مهمی هست، یعنی به لحاظ فرهنگی واقعا این قضیه خیلی مشکل زا میتونه باشه و هنوز خیلی ها اون آگاهی لازم رو در این زمینه ندارن و متاسفانه واقعا این یک ابزاری خیلی وقتا استفاده میشه برای به نوعی تحقیر کردن خانم ها، یعنی پشتش واقعا پشت این داستان پرده بکارت واقعا اون همونطور که راجع به ختنه اون داستان رو صحبت کردید، ختنه خانم ها، واقعا این هم واقعا من فکر میکنم پشتش یه زن ستیزی وجود داره. در رابطه با اینکه حالا اینکه واقعا بگم که چند درصد از مثلا جامعه ایرانی ها کدوم مدل از پرده بکارت رو دارن، راستش رو بخوای من به شخصه چیزی ندیدم یا نشنیدم و فکر میکنم که شاید واقعا اصلا بعید میدونم حتی تحقیق درست و جامعی پشت این قضیه شده باشه که بخوان درصدی در بیارن، ولی همیشه این چیزی که میتونم بگم این هستش که همیشه این قضیه یک موضوع بسیار حساسی بوده و مثلا متاسفانه خیلی وقتا میبینیم که این قضیه یه جاهای بیشتر از چیزای دیگه‌ای که جدی هست جدی گرفته میشه. مثلا بابا کرات میدیدیم بچه دختر اومده بیمارستان خونریزی داره و همراهی که آوردتش یک داستانی تعریف میکنه که اصلا با اون آسیبی که به در واقع دستگاه تناسلی بچه خورده اصلا نمیخوره، و حالا این به کنار این هموغم افراد همراه اون دختر بچه فقط اینه که یک دکتر زنان بیارید، یک ماما بیارید که پرده بکارتش رو معاینه کنه. همین اصلا اینکه حالا این بچه دقیقاً چه بلایی سرش اومده، آسیب‌های روحی که بهش وارد شده، اینا که اصلاً مطرح نمیشه. اینکه آیا بقیه قسمت‌های دستگاه تناسلیش یا بدنش سالم هست دوباره باز اهمیت داده نمیشه. و واقعاً اینجا یه سوالی باید از خودمون بپرسیم که واقعاً چرا اینقدر برای ما این قضیه چرا اینقدر مهم هست که واقعاً وقتی که بهش فکر بکنیم ببینیم صرفاً یه قضیه فرهنگی هستش. و اینجا من دوست دارم که یک مقدار از بحث خارج میشه، ولی من واقعا دوست دارم که این قضیه رو اشاره کنم که من فکر میکنم که این قضیه مبارزه با این داستان حساس بودن قضیه پرده بکارت رو حتما من فکر کنم از خود ما خانوم ها شروع میشه که باهاش مبارزه کنیم. چقدر میبینیم که خانوم هایی که هنوز توی جاهای مختلف کشور ما، جاهای مختلف تو شهرها هم اتفاق میفته، چون بالاخره اقشار مختلف جامعه در شهرهای مختلف هستن، بعد از ازدواجشون یا قبل از ازدواجشون برده میشن که دختر خانم ها معاینه بشن که آیا وضعیت پرده بکارت چطوره، که نمیدونم، من به عقیده من این واقعا یه تحقیر بزرگی هست، چرا که اگر که واقعا کار درستی باشه باید یک روشی هم پیدا بشه که آقایون هم حتما به این لحاظ در واقع چک بشن، ولی خب همچین چیزی نیست. فکر میکنم که البته وقت برنامه خیلی به پایان رسیده. خب من فکر میکنم که در حدود چقدر وقت داریم، شاید دو سه دقیقه وقت داریم. خوب میگن وقتمون به پایان رسیده. اولا خیلی از شما متشکرم خانم دکتر رشیدیان، سپاسگزار از شما خانم دکتر سپیده که واقعا لطف کردید. این برنامه خیلی خیلی عمیقی خواهد شد، در آینده به دوستانتون بسپرید که ببینم و گوش بکنم. برنامه ما رو آقای مهندسیش آقای امیر شهرتی به عهده داشتن، از ایشون سپاسگزارم. خیلی خیلی زیاد همه ما سپاسگزاریم واقعا که در حقیقت ما رو دارن راه میندازن که بتونیم این برنامه رو به همین صورت، به همین سادگی و به همین
کفایتی که از شما میبینن مردم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.